وقتی ما در حضور خدا هستیم، از مزامیر اگه استفاده بکنیم و شروع کنیم به زمزمه کردن، باور کنیم، من تجربه کردم، برای اولین باری بود، سوالای اول ایمانم بود وقتی این آیه رو خوندم که با مزامیر سرودها برای خدا بخونید. یه بار همینطوری زمزمه اومد، شروع کردم اول کلمات رو مثل شعر نو میگفتم و بعد دیدم یه آهنگی اومد توش و بعد نفهمیدم، اینقدر هیجان زده شده بودم، انگار مثل بچه که تازه هیجان داره برای راه رفتن، هیجان برای شعر گفتم در من تولید شد و شروع کردم گفتن و دیدم یه آهنگی داره میاد، اینقدر برای من خوشایند، اینقدر برام لذت بخش بود. بعد از مدتی باز خدا هدایتم کرد که از مزامیر، یه قسمت از مزامیر رو، اولین مزموری که یادم خوندم مزمور 23 بود و جالب خود این مزمور، مزامیر که مجموعی از مزمور، خود مزمور، واژه مزمور یعنی سروده در زبان عبری، در واقع مزمور یعنی سروده، خودش یه سروده هست، پس آماده هست و خود اینها یه نظم آهنگی داره، کسی که زبان ادبیات عبری رو بلده میفهمه، اینها یه تاکتی دارن. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نخواهم بود. این شعر وقتی به عبری وقتی میخونیش انگار یه شعر نوعه، انگار یه سبک ادبیاتیه و اون نویسنده وقتی اینو داره میخونه دقیقاً یه ادبیات عبری رو داره میخونه، خودش شعر داره، آهنگ داره. به همین دلیل وقتی شروع کنی همین رو خوندن، تو عملاً تو داری با همون روحی که روی اون نویسنده بود و اینو داره میگه، روح خدا بر تو خواهد ریخت و همین رو در واقع به عنوان یه سرود به خدا تقدیم خواهد کرد. آمین. شروع کن در واقع این گونه در مزامیر استفاده کردن و سروده ها. اگر یه مزامیر مثلا مزمور 119 خیلی طولانی دیگه نمیتونی آهنگ بذاری روش، دیگه اگر فکر کنم خواننده های بزرگ هم باشن نمیتونن دیگه، ولی یه آیه شو، دو آیه شو، سه آیه شو، پنج آیه شو خب بردار و شروع کن زمزمه کردن. بهتون قول میدم، چون کلام خدا به ما میگه، میگه در روح دور، در عقل سرود بخوانید، در روح سرود بخوانید، در عقل دعا کنید، در روح دعا کنید. اونی که در عقل دعا میکنیم اونیه که در واقع به ما موضوع میدن. برادر میشه برای موضوع دعا کنی، خواهر میشه برای موضوع دعا کنی، باشه برات مینویسم، برات دعا میکنم، میشه بر عقل، تو عقلت میدونه داری چه دعا میکنی، ولی وقتی در روح دعا میکنی کسی به تو نگفته برای چی دعا بکن، داری دعا میکنی، یه فر روح خدا بهت میگه برای فلان شخص، برای فلان موضوع شروع کن به دعا کردن و این میشه دعای در روح و این رشد روحانی ما رو میرسونه. اگه میخوای در دعا رشد بکنی باید اجازه بدی که از عقل عبور کنی و در روح دعا کنی. آمین. از عقل عبور کنی و در روح سرود بخوانی و اجازه بده اینطوری تمرین کنی، اجازه بده که خدا از طریق مزامیر، از طریق سروده ها شروع کنی به حال به سراییدن برای خداوند. آمین. و بعد خدا به خودت خواهد داد، به خودت دیکته خواهد کرد، به خودت در واقع چیزهای خواهد داد و روح خدا خواهد ریخت و خواهی دید. و اگه بار دوم بگم بخون دیگه نمیتونی بخونی، چون روح خدا روح تنوعه، میگه دوست ندارم جملات تکراری بهم بگی، دوست دارم هر بار یه چیز تازه برای من بسرایی. آمین.